اون بابایی که دستش رو دستگاه گیر کرد و یادتونه؟ اوضاعش خیلی خرابه. چند درغاز بهش دادن و پرتش کردن بیرون. با اون وضعیت که دیگه نمیتونه کار کنه چطور میخواد زندگی کنه؟ بی‌انصافیه. اوستا یعنی همیشه همینجوری میمونه؟ اونا رئیسن ولی شکست ناپذیر که نیستن. یعنی هیچ قدرتی نیست که جلوی این ظالما رو بگیره؟ معلومه که هست. یه قدرت خیلی بزرگ. خودمون. کارگرا. اونا تمام قدرتشون به پول وابسته است. درسته که ما پول نداریم ولی جگر که داریم. اگه همه کارگرا متحد بشن خوبه که یه اتحادیه تشکیل بدیم. ولی کوتا کارگرا متحد بشن. اوه. مجبور نیستیم سب کنیم. با هر تعدادی میتونیم اتحادیه‌مون رو تشکیل بدیم. بعدش هم هر کی خواست عضو میشه. فکر میکنه جواب میده؟ آره. اگه ما پیش قدم بشیم شاید بقیه هم دنبالمون بیا. دست درست ننه. نوش جونتون. دست شما درد نکنه. یوسا، وقتی اتحادیه رو تشکیل دادیم دیگه اون رئیس نامرد نمیتونه هر وقت دلش خواسته اخراجمون کنه، مگه نه؟ معلومه که نمیتونه. اگه یه قرارداد کارگری عمومی و حق اعتصاب داشته باشیم اون وقت میبینید که چطور با کارگرها رفتار میکنن. پس همین الان بریم دنبالش. منتظر چی هستی؟ حق با اونه. هر چی زودتر شروع کنیم شانسمون بیشتره. نباید سر روشمون رو دست رئیس بسپاریم. باید کاری کنیم که صدامون رو بشنون. دوستان، راه سختی در پیش داریم. همتون اینو میدونید درسته؟ شاید با مشکلات زیادی روبرو بشیم. ممکنه هر کاری بکنن که از کارمون پشیمون بشیم. آماده ایت همه این سختی ها رو تحمل کنید؟ آماده ایم موسا. تا آخر راه همراتیم. هر سختی باشه تحمل میکنیم. همین الانش هم که کار کردیم کم سختی نمیکشیم. موافقی؟ ها؟ چون قبلا در این باره با آقای مظفر صحبت کردم میخوام به خودت هم بگم. با اجازه. حالیده، میخوام که همسرم بشی. با هم ازدواج میکنی؟ سورپرایز خوبی. پس حالا دیگه برای خود تشکیل خانواده میدی؟ من و تو قبلا یه راهی و تانیمه رفتیم. اگر تو بخوای حالا میتونیم اون راهو تا آخر ادامه بدیم. راستشو بخوای منم با این ازدواج کاملا موافقم. با اجازتون. البته موضوع مهمیه. حالیده به زمان بیشتری احتیاج داره. درکش میکنم. معذرت میخوام. من دیگه رفع زحمت میکنم. خداحافظ. بازم پیش ما بیاین. خواهش میکنم زحمت نکشید. بفرمایین من همراهیتون میکنم. شب بخیر سلیم. کاری که کردی اصلا مؤدبانه نبود. تو موقعیت بدی گذاشتیش. منم تو موقعیت سختی بودم داداش. شما دوتا درباره من تصمیماتونو گرفتین. من خیر و صلاح تو میخوام. صلاح من؟ این ازدواج به صلاح همه؟ لطفاً اصرار نکن داداش.
مجبورم نکن زنش بشم. من مجبورت نمی کنم با سلیم ازدواج کنی. اگر با اون نشه با یه نفر مشابه اون، میدونی یه نفر که به خانواده ما میخوره، ولی هرچه زودتر باید ازدواج کنی. چطور میتونی همچین حرفی بزنی؟ چون من برادرتم. یا هرچه زودتر ازدواج میکنی که این ماجرا تموم شه، یا اینکه تا آخر عمرت نمیتونی پا تو از این امارت بذاری بیرون. تصمیمتو بگیر. ممنونم نریمان، این محبت تو فراموش نمی کنم. کاری که داریم می کنیم دیوونگیه، اگه بفهمن چی؟ نگران نباش، برادرم نمی فهمه که تو کمکم کردی، قول میدم. وقتی زنگ زده بودی زکاییم فهمید. چی بهش گفتی؟ بهش گفتم که می خواهیم درباره یه مؤسسه حرف بزنیم. نگران نباش، الان خوابه. تو بهترین دوستمی، هیچ کس حاضر نمی شد کمکم کنه. من اینجا نیومدم بهت کمک کنم، اومدم راضیت کنم که بی خیال این ماجراشی. میدونی داری چی کار میکنی؟ به نتیجهش فکر کردی؟ مظفر هیچ وقت همچین مسئله ای رو فراموش نمیکنه. ببین، یه عالمه درد سر درست میشه. شاید سالها باهات حرف نزنه. آدمی که داری به خاطرش فرار میکنی هیچی نداره. تحمل همه اینا رو داری؟ مطمئن باش من خیر و صلاح تو رو میخوام. خیال میکنی به ایناش فکر نکردم، ولی راه دیگه ای ندارم. تنها راهی که برام گذاشته اینه که با سلیم ازدواج کنم. این واسه من از مردنم بدتره. اگه قبلم بود شاید باهاش ازدواج میکردم، ولی الان کمالم هست. نمیتونم هیچ کسی رو به اندازه کمال دوست داشته باشم. چاره ای جز رفتن ندارم. باورم نمیشه داری همچین کاری میکنی. خودم هم باورم نمیشه، ولی عشق دیگه باعث میشه کارایی کنی که خودت هم باورت نشه.
خیر باشه ایشالله. خدا میدونه این وقت شب کیه در میزنه. مظفر چرا بیداری؟ هیچی، بیدار شدم دیگه خوابم نبرد. چیزی نیست. چی شده مظفر؟ درباره حالیده است؟ میدونی بعضی وقتا یه چیز میره تو ذهن تو دیگه نمیتونی از فکرش بیای بیرون. الان همینجوری شدم. به چیزایی بد فکر نکن. ببین هر اتفاقی قرار باشه میفته. باشه تو بخواب. بخواب عزیزم. کمال باور کن چاره دیگه ای نداشتم. چاره جز اومدن به اینجا نداشتم. میخواد مجبورم کنه با یه نفر دیگه ازدواج کنم. اگه ازدواج نکنم تو امارت زندانی میکنه. حالا باز چی کار کنیم؟ نمیدونم. به بقیهش فکر نکردم. فقط از خونه زدم بیرون و اومدم پیش تو. دیگه حتی یه لحظه هم نمیتونستم اونجا بمونم. باشه خودتو ناراحت نکن. فقط یه لحظه صبر کن. باید با نانم حرف بزنم. قربونت برم چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنم؟ به سرنوشت خودم، به حال و روز خودمون. درد سر دست از سرمون بر نمیداره. اون درد سر رو با خودش آورده اینجا بسرم. فکر کردم از شر یکی خلاص شدی، حالا یکی دیگه گیرمون انداخته. پسرمون از بین میبردت. اون به درد ما نمیخوره. هر کسی باید با یکی همپایه خودش باشه. آخه تو با خواهر آقای مظفر هیچ خیری تو این کار نیست. هیچ خیری نیست. نه آروم باش، صدا تو میشنوه. برام مهم نیست. تو برام از اون مهمتر. التماست میکنم نرو. خواهش میکنم نرو. قربونت برم. من الان میرم ولی زود برمیگردم پیشت. باید این مسئله رو حل کنم و برگردم.
بخت سیاه منو ببین. حالیده، 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 یه دقیقه صبر کن. حق با مادرته، من برات دردسر درست میکنم. تازه این تصمیم خودتم نبود، من اومدم پیشت. این منم که خطر کردم و اونو به جون میخرم، نه تو. تو مادرتو داری که همش نگرانته و برات عشق میریزه. بیا از این عشق بگذریم کمال. نه، نمیشه. این منم که تو رو تو این موقعیت گذاشتم، حالا نمیتونم ولت کنم بری. اگه خطر کردی، اگه اومدی اینجا، دیگه باید ادامه راه با هم بریم. با هم. میبینم که سفارشات رسیده. چشمت روشن. ممنونم. چتون شده؟ نکنه برای وسایل قدیمی دلتون تنگ میشه ها؟ خانم حالیده نیست قربان. منظورت چیه که نیست آقای سی؟ وقتی دیدیم تو اتاقشون نیستن همه جا رو گشتیم. همه جا رو گشتیم ولی فایده ای نداشت. سویچ ماشین دست من بود ولی نمیدونم چطوری تونست بره. وقتی دیدیم نیست من برگشتم تو اتاقشون. لباساشون به هم ریخته بود، همه چی رو وارسی کردم. چند تا از لباساشون نیست، یکی از چمدوناشونم نیست. خانم حالیده رفته آقای مظفر. نمیشه که همینطوری بیایی تو. دنبال چی میگردی؟ از خونه من گمشین بیرون. اینجا چی میخوای؟ کمال کجاست؟ کمال اینجا نیست، رفته. کجا رفته؟ اینجا نیست، نمیدونم. مگه تو مادرش نیستی؟ مادرشم ولی اون برده من که نیست. نمیدونم کجاست، حالا دیگه گمشین بیرون. تا وقتی خواهر آقای مظفر رو پیدا نکنیم دست از سرتون بر نمیداریم، اینو یادت باشه. برو بیرون از خونه من، برو بیرون، حق نداری دیگه اینجا بیای. گریه نکن خاله، گریه نکن. شده عروسک کوکی زنه، اون پسرم رو تو درد سر انداخته، کار اونه. خاله آروم باش. پسر بیچاره خودشو تو درد سر انداخت. من چقدر سیاه بختم. آخ، حالت خوبه؟ آره. اینجا را رفتن کار آسونی نیست. خیلی دلم میخواد تو خونم ازتون پذیرایی کنم ولی خودتون میدونید اگه دنبالتون باشن حتما خونه منم میگردن. نگران نباش، یه سرپناه باشه دیگه، هیچی نمیخوایم.
وقتی پدر بزرگم فوت کرد، مادر بزرگم اومد خونه ما. خونهشون الان خالیه. تا هر وقت بخواییم میتونید اونجا بمونید. ممنونم احمد. قابل تو را نداره. فقط میخواستم بدونی که این کاری که میکنی واسه ما خیلی با ارزشه. بیاین بفهمی تو. مثل امارات شما تو مزرعه نیست مگه نه؟ مهم نیست، همونطور که گفتی کافیه یه سرپناه داشته باشیم. مدت زیادی خالی بوده، به خاطر همین خیلی به هم ریخته است. میبخشید. اشکال نداره، خودمون مرتبش میکنیم مگه نه حالیده؟ حتما. ممنونم احمد. من قبلا باهات رفتار درستی نداشتم، ولی حالا تو خونت رو در اختیار من گذاشتی. فراموشش کن، یکم خوراکی اینجا هست، تا این مدت براتون کافیه. بازم سر میزنم، مراقب خودتون باشید. تو هم همینطور. احمد مراقب خودت باش. باشه. پشیمون که نشدی؟ روزای سختی پیش رومونه، تا یه مدت باید مخفی باشیم. میدونم. اگه پشیمون شدی بگو، من درکت میکنم. اصلا هم از دستت ناراحت نمیشم، مطمئن باش. من تصمیمم گرفتم کمال، به خاطر تو هر کاری میکنم. دیگه راه برگشتی وجود نداره. چطور ممکنه؟ یعنی کجا رفته؟ پلیس رو خبر کردم، چون بزرگساله کاری نمی کنند، فقط دنبالش می گردن. لآخر اینجوری می فهمیم کجاست. دیروز با نریمان صحبت کرده بود. نریمان متوجه چیز غیر عادی نشده، می گفت حلیده حالش خوب بود و درباره مؤسسه صحبت کردن. نمی دونم چی شده. بیای تو. تونستین پیداش کنی؟ نه قربان، همه جا رو گشتیم، حتی خونه کمالم گشتیم، ولی اونجا هم نبود. خیلی خوب، میتونید برید. برات متاسفم حالیده، متاسفم. اوف، ای خدا، خودت کمک کن، فقط همینا رو کم داشتی. وای گفتی، خدا میدونه دیگه چه چیزایی قراره ببینی. خانم حالیده هم که رفته، حالا دیگه هر کاری بخواد میکنن. از این به بعد هر کی دلش بخواد میاد اینجا. هاجر،
وسایلتونه که گذاشتیم بیاین تو اتاقتون، میخوام اطراف نشونتون بدم. پس چرا کمکمون نمی کنی؟ همونطور اونجا وایسادی. تو نمیتونی به من دستور بدی. اگه کمکمون کنی که نمیمیری. یادت نره که تو اینجا غریبه ای خانوم. گلیزار خفه شو دیگه. نباید با من اینجوری حرف بزنه. مگه این کیه؟ بذار ببینم این چه رفتاریه. ای وای خدا، همین روز اول سر چی دارین بحث میکنین؟ این خانوم فکر کرده میتونه به من دستور بده؟ نمیتونی به هم دستور بدی. میدونی من چند سال اینجا؟ تو هم بهتره بدونی با کی طرفی. بفرمایین ببینم با کی طرفی. منم یه جورایی مادر خانم این امارت حساب میشم. من و مادرش با هم دیگه بزرگش کردیم، مگه نه زهرا جون؟ آره آره همینطوره. حالا حقتو میذاره کف دستت. بیا عزیزم بیا، ببین به عزیزان چه چیزایی که نمیگن. ببین چی شده. به این خانم بگو به همون کمک نمیکنه، تازه بی احترامی هم میکنه. این خونه قانون داره، هر کس هم وظیفه خودش رو داره. هیچ چیزم قرار نیست به خاطر اومدن شما عوض شه. رشید سرکارگر مزرعه است، تو هم به خاله سیاره و گلیزار کمک میکنی. تو باید به اونا کمک کنی و هر چی گفتن گوش کنی، فهمیدی؟ تو دستیار اونایی. ولی دخترم خاله هاجم. مامان تو دخالت نکن. نمیخوام اینجا درگیری باشه، اینجا که محلتون نیست. خانم سرم شما نگران نباشین، من خودم همه چیو به هاجر میگم، بهش تذکر میدم. شما هم بریم پی کارتون. چیز زیادی برای خوردن نداریم. میدونی من از این نونا خیلی خوشم میاد. وقتی دختر بچه بودم خاله سیاره همیشه از اینا درست میکرد. شاید قدیما ازش خوشت میومده، ولی اگه قرار باشه هر روز بخوریش حتما دلتو میزنه. دلم میخواست زندگی بهتری برات فراهم کنم. باشه، خیلی چیزا کم داریم، منم به این شرایط عادت ندارم، ولی یه چیز خیلی مهم دارم، اونم تویی. عثمان بری. آقای مصفح، هی حافظ، میدونی چیه؟ شاید تو زمینم یه آلاچیقم درست کردم، خیلی خوب میشه، میتونم زیرش بخوابم، هم میتونم استراحت کنم داداشه. پس حالا که مزرعه دار شدی منو ول میکنی؟ دیگه هم دیگه رو نمیبینی؟
حافظ جان، نصف زمینم مال توه. ما همیشه قزمون رو نصف کردیم. از این به بعدم همین کارو میکنیم. آره. پس میدیم رو زمینمون کار کنن ها؟ نه اینجوری نمیشه. ما خودمون باید کار کنیم. کی؟ ما؟ نه. پس کی میخواد کار کنه؟ ما خودمون کار میکنیم. اندازه هم کار میکنیم و درآمدش هم نصف میکنیم. آره بابا. من نمیفهمم چرا ناراحت شدی. کار میکنیم و پول در میاریم. باید خوشحال باشی. حالا کم مونده تو این سن و سال برم کار کنم، اونم رو زمین. وای 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 وای، داری اشکمو در میاری. انگار که من اصلا نمیشناسمت. یه جوری حرف میزن انگار نمیشناسمش. تو هم که دیگه داری ازدواج میکنی ها؟ ولی با کی ازدواج کنم؟ امینه ناکیشی چطوره؟ اون خیلی خوبه. بی خیال شو بابا حافظ، چه فکرایی میکنی؟ یعنی میخوای من برم اونو بگیرم آخه؟ خب مگه امینه چشه ها؟ آخه چش نیست اون دختره، اون پیره، سیبیل هم داره. بازم بگم بهت، هیچ کس حاضر نیست بگیرتش، آخه اون خیلی زشته. توبه توبه توبه، چه بهتر؟ داری گناه میکنی. تو تا حالا خودتو تو آینه نگاه کردی؟ فکر کردی خیلی خوشگلی؟ بس بابا بس. حافظ، حس میکنم که باید ازدواج کنم و فکر میکنم بدونی با کی. با کی؟ نمیشتسیش، اما دختر خیلی خوبیه. انگار که خدا نو به جای خاک از نور درست کرده. خیلی خوشگله. اگه ببینیش تو هم همینو میگی. آره خیلی دختر خوب و خانوم. خب کیه؟ چی کی؟ اون کیه؟ آها، تو نمیشتسیش. نمیشتسیش، بیا بیا. خب، گفتی اسمش نوره رمزان؟ اسمش نور نیست، ولی خدا اونو از نور آفریده. تو نمیشتسیش. فقط اینو بدون که مثل نور میمونه. اینقدر اصرار نکن. لعنت بهت گلی، به جای اینکه سر اون هرزه داد بزنی با خال هاجر دعوا میکنی؟ خدای من، بالاخره ما هم به یه نون و نوایی رسیدیم. زندگی آسونی پیش رومونه، حسابی حال میکنیم. تو هم فقط مسخره کن. اون دختر حالمونو میگیره. ببین چی بهت گفتم. ای بابا، هیچ کاری نمیتونه بکنه. دیگه هیچ کس نمیتونه با من در بیفته. چی شده؟ الان کی مزرعه رو میگردونه؟ به هم بگو ها؟ خب من دیگه از این به بعد همه باید هر چی که من میگم و گوش کنن. این منم که همه بهش احترام میذارن. از این به بعد تو هم راحت زندگی میکنی. چرا هنوز ناراحتی؟ مثلا زن سرکارگر مزرعه یا؟ آره والا، ولی هیچ کس به حرفم گوش نمیده. بی خیال بابا، اگه میخوای با کسی حرف بزنی زنگ طبقه بالا رو بزن. جدا؟ آره، از اینجا مستقیم میری، زنگ اول نه دوم نه سوم، آخر رو میزنی، با همزه جدید آیدا میشی، صحبت میکنی. شوخی کردم بابا، بیا اینجا.
اصلا فکر نمی کردم بتونم رو حرف برادرم حرفی بزنم. حالا فهمیدی که چقدر دوستت دارم؟ چرا اونجا فایسادی؟ بیا اینجا.